اگر عاشق گیاهی سانسوریا هستید و میخواهید اون را تکثیر کنید ولی روش تکثیر اون را بلد نیستید، پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید تا بهترین روش های تکثیر اون را یاد بگیرید. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان، به کانال باغبان آزاد خوش آمدید. روش تکثیر سانسوریا متفاوت است که می توانید به راحتی و با کمی دقت آن را تکثیر کنید. روش اول روش قلم زدن سانسوریا در خاک است. برای قلم زدن سانسوریا از طریق برگ در ابتدا یک یا چند برگ بزرگ و سالم را جدا کنید و آنها را از پایین ترین قسمتی که می توانید ببرید. سپس آنها را به قسمت های 8 تا 10 سانتی متری تقسیم کنید. برگ ها را به مدت یک یا دو روز در جای نگه دارید تا قسمت برش خورده پینه ببندد. بعد از خشک شدن قسمت بریده شده، برگ ها را به طور عمودی و دقیقاً از همان جایی که برش زده اید تا نصف داخل بستر از ماسه قرار دهید و دقت کنید که برگ ها را سر و ته نکارید. و همچنین باید داشته باشید که گلدان انتخابی شما برای قلمه ها خیلی بزرگ نباشد. قلمه ها را آبیاری کنید و بعد از آن روی گلدان را با کاور پلاستیکی بپوشانید تا رطوبت بیشتر شده و سریعتر رشد کند. بعد از گذشت حدود 2 الی 3 هفته، بسته به عوامل محیطی، قلمه ها ریشه می دهند و می توانید آنها را در گلدان جداگانه بکارید و منتظر رشد پاجوش ها از کنار آنها بمانید. و همچنین باید بیاد داشته باشید تکثیر سانسوریای ابلق یک نکته مهم دارد، با این تفاوت که برای ابلق ماندن گیاه باید قسمت پایین برگ ها را به صورت عدد 8 بریش داده و قسمت بریش داده شده را درون خاک قرار دهید. و همچنین توجه کنید که در این روش باید گیاهی که آن را قلمه میزنید خودش ابلق باشد تا پاجوش آن نیز ابلق رشد کند. وجود سانسوریا در خانه علاوه بر زیبایی فواید بسیاری برای ما دارد و می توان آن را در دکوراسیون اتاق خواب، پذیرایی و حتی حمام استفاده کرد. و مناسب ترین خاک برای تکثیر آن مخلوطی از 2 قسمت خاک برگ پوشیده و 1 قسمت خاک لومی است. و روش دوم هم برای تکثیر سانسوریا روش قلمه زدن سانسوریا در آب است. قلمه زدن سانسوریا در آب بسیار ساده اما زمان بر است. در قسمت اول یک برگ سالم و بالغ انتخاب کنید. از انتخاب برگ های قدیمی خودداری کنید. برگی که انتخاب کرده اید آن را باید با قیچی تیز برش دهید و بعد اجازه دهید تا قلمه گرفته شده به مدت 2 روز در محیط بماند تا محل برش خشک شود. و بعد قلمه را از قسمت بریده شده به شکل عمود در آب قرار دهید و منتظر بمانید. بعد از ریشه زایی قلمه آن را در خاک بکارید و منتظر پاجوش ها بمانید. و روش سوم تکثیر سانسوریا هم تکثیر از طریق تقسیم بوته و جدا کردن ریزوم ها است. تقسیم بوته در گیاه سانسوریا در فصل بهار صورت می گیرد. وقتی ارتفاع برگ ها بلند و گلدان پر از برگ های سانسوریا شده باشد، باید بدانید که ریزوم تمام گلدان را پر کرده است. در این زمان گیاه پایه مادر را از گلدان خارج کرده و با استفاده از چاقو یا قیچی باغبانی قسمت زیرزمینی گیاه را به چند قسمت تقسیم کنید، طوری که هر قسمت سهمی از ریزوم ها ببرد. بعد هر 2 یا 3 گیاهچه را در یک گلدان جداگانه با ترکیب خاکی مناسب بکارید. مزیت این روش در این است که در ابلق ها گیاهان جدید نیز ابلق خواهند بود. جهان سپاس که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم با این ویدیو توانسته باشید تکثیر گیاه سانسوریا را یاد گرفته باشید. برای حمایت از ما و دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال را سابسکرایب کنید و ویدیو را هم لایک کنید تا از ویدیوهای بعدی ما جا نمانید. تا ویدیوی بعدی خدایا رو نگهدار.